در حالی که مردم شهر ماراوی در جنوب فیلیپین تحت محاصره شبه نظامیان طرفدار گروه تروریست داعش قرار دارند مسیحیان این شهر با کمک همشهریان مسلمانشان از دست جلادان داعشی میگریزند شبه نظامیان داعشی از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند و مردم با گرسنگی مرگبار روبرو هستند به گزارش ایندیپندنت تا کنون حداقل 100 تن از مردم این شهر با پای پیاده از آن گریختن در حالی که عده دیگر از ترس جانشان با شنا از رودخانه عبور کردند افرادی که توانستن جان سالم به در ببرند سرنوشتشان را برای پزشکان و امدادگران تعریف کردند دکتر جیویا انچتا سرپرست تیم روان درمانی در این باره گفت در گفته های مردم گریخته از این شهر می شنویم که چگونه مسلمانان هجاب هایشن را به شهروندان مسیحی دادند تا آنها بتوانند از شهر فرار کنند. بر اساس گزارش ایندیپندن، زیا آلنتو ادیونگ یکی از فعالان سیاسی و مدیر تلاش های امداد نجات فیلیپین در منطقه درباره وضعیت این شهر گفت در بعضی گزارش ها چنین آمده که ساکنان محلی از شدت گرسنگی به خوردن پتوهایشان روی آوردهند و برخی ساکنان جعبه مقوا را در آب میزنند تا نرم شود و سپس آن را به عنوان غذا میخورند به یفزود مردم گزارش وحشتناک از وقایع ناگوار میدهند و به گفته آنها حداقل یکصد جسد از کشته شدگان در سرتاسر سر منطقه همچنان روی زمین افتاده است لازم به ذکر است شبه نظامیان و سنی های تندروی طرفدار گورترویس داعش سه هفته قبل به شهر ماراوی در جنوب فیلیپین حمله کردند آنها از چهار خوردا تا کنون این شهرها به محاصره خود اند و نزدیک به 1500 غیر نظامی در این شهر به دام افتادند در حال حاضر درگیری های شدید میان نیروهای ارتش فیلیپین و تروریست ها جریان دارد.